از سوی دیگر یکی از مزدوران شناخته شده نیروی تروریستی قدس به نام طلال السعدی در تلویزیون عرب زبان رژیم آخوندی گفت ما شاهد دیدارها و سفرهای مستمری در عراق هستیم، به خصوص آمدن جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که برای فشار به دولت عراق است تا اینکه مصونیت دیپلماتیک و یا مصونیت قانونی بگیرند. جوزف بایدن با این دیدار منحوسش تلاش می‌کند که به دولت عراق فشار بیاورد تا اینکه سازمان مجاهدین خلق را 5 سال دیگر در خاک عراق نگه دارد تا دولت آمریکا از آن برای جنگ و سرنگونی رژیم ایران سود ببرد. مزدور رژیم آخوندی آمریکا را متهم کرد که تلاش می‌کند اگر بغداد مجاهدین خلق را نپذیرفت آنها را به کردستان ببرد و با نگهداری سربازانش در کردستان عراق این اقلیم را به پناهگاه امن برای منافقین و کردها تبدیل کند. اما ما حتی حضور یک سرباز آمریکایی را در عراق نمیپذیریم و آن را محکوم میکنیم. هناك من خلال هذه الزيارة المشؤومة لجو بايدن يحاول أن يضغط على الحكومة العراقية من أجل إبقاء منظمة منافقي خنق 5 سنوات في مكانها وعلى الأراضي العراقية لتستعمل الحكومة الأمريكية والسي آي اي هذه الجهة المنافقة والتي لعبت دورا في تخريب العراق وكانت الذراع الأيمن للسلطة المبادئة يحاولون أن يستعملونها كخط استخباري للضغط وللانطلاق للمحاربة والتأثير على دولة عربية أو دولة إسلامية وهذا ما لا نرضاه ولا نقبله أن يكون العراق منطلقا لشن عدوان أو عمليات استخباراتية لإيذاء هذه الدولة العربية أو الإسلامية ويقول أن إذا رفضت بغداد نحاول أن يكون مأوى منافقي خلق الجهة الكردية والأراضي الكردستانية إن وافقت حكومة الإقليم، لكن نحن بدورنا نجب وسنبقى نجب ونحارب أي جندي وأي اتفاقية يحاول الأمريكان فرضها على الحكومة العراقية.